یکی از مشکلاتی که امروزه خیلی زیاد شده مشکل خشکی چشمه. خب خشکی چشم چیه؟ اینکه مثلا تو صبح احساس میکنی که چشمت راحت باز نمیشه و یا احساس میکنی یه چیزی تیزی داخل چشمته، چشمت دائما میخاره، به خصوص صبح سوزش داره، التهاب داره، قرمزی داره داخل چشمت و حتی مجبور میشن افراد از اشک مصنوعی استفاده بکنن. میخوایم راجع به خشکی چشم و راهکارهای درمانیش امروز باهاتون گفتگو بکنیم. احسان میرزایی هستم، نویسنده و پژوهشگر حوزه طب سنتی. حتما با این ویدیو همراه هم باشید. خب بریم توی این ویدیو اول عوامل ایجاد خشکی چشم رو با هم دیگه بررسی بکنیم که اصلا چرا خشکی چشم ایجاد میشه. اولین، مهمترین و فراوانترین عامل خشکی چشم که احتمالاً خیلیاتونم مبتلا هستید و اگرم مبتلا به این مشکل هستید، نه اون بیماری خشکی چشم، به این مشکلی که الان میخوام بگم، کامنت بکنید که چند درصدتون واقعا انقدر دارید وقت میگذارید. استفاده زیاد از کامپیوتر، تلویزیون و موبایل، اونم به مدت طولانی. اینکه مثلا من پشت دستگاه کامپیوترم نشستم به مدت مثلا 4 ساعت 5 ساعت متوالی، موبایل دستم گرفتم 1 ساعت 2 ساعت متوالی. بچه ها حتی استعداد بروز خشک چشم به خاطر اینکه 2 ساعت مثلا متوالی نشسته جلوی تلویزیون. خب یکی از عوامل بروزش دقیقا همینه که من همزمان هر کدومو که میگم دوستان براش راهکار هم ارائه میکنم. اگر که از موبایل مجبوری، اول که استفاده از موبایل رو تحقیقات نشون داده که وقتی که زیاد استفاده کنیم و به خصوص اگر تو تاریکی ازش استفاده بکنید، قطعا یکی از عوامل آسیب مغزی قده پینال آسیب خواهد دید، افسرده میشی، بیانگیزه میشی و حتی ممکنه شغل و تحصیل و خیلی از مسائل زندگی تحت شعاع قرار بگیره. به هیچ وجه تلویزیون، موبایل، کامپیوتر در تاریکی ازش استفاده نکن و نورای شدید رو اصلا نباید تو تاریکی ازشون استفاده کرد و اینکه نباید متوالی هم ازشون استفاده کرد. مثلا تو یه رو 20 دقیقه کارت با موبایل انجام دادی، بذارش کنار، بعد دوباره مثلا یک روب دیگه دوباره بیا ازش استفاده کن. اگه فرزندت میخواد از کامپیوتر استفاده بکنه و یا میخواد تلویزیون ببینه، لطفاً نیم ساعت نگاه بکنه، دوباره متوقفش کن، یه 3-4 ساعت بعد دوباره اجازه بده که از کامپیوتر و یا تلویزیون استفاده بکنید، چون خود این نور شدید متوالی باعث میشه که شما پلک نزنید. پس حالا همون یه رو 20 دقیقه هم که دستت هست داری از موبایلت استفاده میکنی و یا اینکه داری مثلا از کامپیوترت استفاده میکنی، پلک بزن، عادت بده خودتو. میدونی چرا؟ چون وقتی که تو تمرکز کردی روی اون مانیتور و یا اون صفحه موبایلت داری کار میکنی، خودت حواست نیست، اصلا پلک نمیزنی. نیازه که پلک بزنی، هر 1-2 دقیقه خودت عمدن پلک بزن که آروم آروم این مجاری خشک نشن. عامل بعدی لوازم آرایشیه. خب اگر میخواید از لوازم آرایشی استفاده بکنید، سعی بکنید که داخل چشمتون مداد رو نکشید خانوما، به خاطر اینکه وقتی که داخل میکشید آروم آروم منافذ این دهکت قدرت اشکی رو میبنده و وقتی که منافذ بسته بشن، چون لوازم آرایشی داخلشون چربی هم دارن دیگه، میره رسوب میکنه داخل منافذ ریز این قدرت اشکی و بعد جلوی خروج اشک رو میگیره و چشم شما مبتلا به خشکی میشه. پس سعی بکنید که لوازم آرایشی رو فقط محدود ازش استفاده کنید و یا اگر میخواد مثلا بکشید، لطفاً بیرون چشمتون بکشید، داخل چشمتون نباشه که به منفذ چشمتون آسیب نزنید. زمینی که خب حالا توصیهش میکنید که از لوازم آرایشی طبیعی هم که الان داره آروم آروم زیاد میشه، مثلا من توصیه میکنم که از سرمه های طبیعی مثل سرمه بادام، سرمه فندق و سرمه های ترکیبی طب سنتی استفاده بکنید که هیچ عارضه‌ای هم ندارن برای چشم، بلکه تقویت چشم هم هستن. عامل دیگه مسائل تیروئیدی است. قطعا اگر مشکل تیروئیدی داری، باید مشکل تیروئیدی تو برطرف کنی که خب متخصصین ما در مجموع حضور دارن برای اینکه بتونن مشکل تیروئیدی شما رو
به راحتی با استفاده از طب چینی و طب سنتی ایران بتونن مشکل رو مرتفع بکنن. اما به طور کلی بخوام به راهکار بگم، اگر تیروئیدت پرکار گرمیجات زیاد استفاده نکن، اگر تیروئیدت کمکار سردیجات رو بگذار کنار، به خصوص یخوابه، یخو بستنی که فاجعه تیروئید کمکار امروزه که خیلی هم زیاد شده. هر چقدر تا اینجای ویدیو برات مفید بوده لطفاً کامنت فراموش نشه، سابسکرایب فراموش نشه و لایک کردن هم که یک ثانیه بیشتر از عمرم نمیبره، ولی من 3 ثانیه صبر میکنم. متشکرم از اینی که لایک کردید و عضو کانال من شدید، برای اینی که مطالب مفید مبتنی بر مبانی دقیق علمی طب سنتی مطمئنن متفاوت خواهد بود رو بهتون ارائه بکنم. یاد بگیرید برای اینکه سالم باشید. با افتخار بهتون ارائه میکنم این مطالب رو. خب مسئله بعدی لنزهای تماسی. اگر میخوای از لنز تماسی استفاده بکنی، باید بهداشت رو رعایت بکنی و مراقبت بکنی که بالاخره طوری نباشه که در شرایطی استفادهش بکنی که خدا نکرده باعث خشکی چشمت بشه. مسئله بعدی که من با یک متخصص زبده در جراحی چشم صحبت میکنم و این متخصص چشم صحبت میکردم، ایشون گفتن که لیزر و لازیک چشم برای همه نیست و فقط برای یه سری افراد خاص باید انجام بشه، چون یکی از عواملی هم که میتونه باعث خشکی چشم بشه همین موضوع میتونه باشه. مشکلات کلیوی، جالبه بدونید که از دیدگاه طب سنتی اگر شما مشکل، حتی در طب چینی هم همین هست، اگر شما مشکل کلیوی داشته باشید خشکی چشمتون هم میاد سراغتون. یعنی چی؟ یعنی اگر کلیت خشک شده باشه، تکرر ادرار داشته باشه که ادرارت بیرنگه، یعنی مثل آب ادرار تخلیه میشه، کلیه درد داری و اینها، خب اینا علامت اینه که کلیت ضعیف شده و حتی میتونه باعث خشکی چشمت هم بشه. پس مواظب کلیه هات باش، که قبلا در یک ویدیو راجع به محافظت از کلیه باهاتون صحبت کردم. مصرف برخی از داروها هم خب خودشون عامل خشکی چشم هستن، مثل راکوتان، مثل مصرف زیاد آنتی بیوتیک، مثل برخی از داروهای ضد بارداری، اینا خودشون یکی از عوامل در حقیقت خشک چشم هستن. اینا یادتون باشه که فقط و فقط در مواقع خیلی خاص استفاده بکنید، به خصوص آنتی بیوتیک اصلا توصیهش نمی‌کنم. سعی بکنید که موقعی که سرما می‌خورید و یا آنفولانزا سراغتون میاد فقط استراحت بکنید. با یه استراحت و یه 2-3 تا دمنوش ساده طب سنتی که در ویدیوهای منم موجود هست میتونید سرماخوردگیتون رو به راحتی برطرف کنید. عامل دیگه افزایش سن. خب وقتی که ما سنمون بالا میره خشکی در بدنمون هم بیشتر میشه، برای همین هم هستش که وقتی ما سنمون خیلی بالا میره لاغرتر هم میشیم، پس میتونه باعث خشکی چشم هم بشه. یه مسئله دیگه ای که واقعا نمیشه حلش هم کرد، به خصوص سراغ ما تهرانی ها میاد، آب و هوای آلوده است. شهرهای مثل اصفهان، قم، عراق، تهران و شهرهای دیگه که آلودگی زیاد دارن، خب در این افراد استعداد بروز خشکی چشم زیاد هست. پس استنشاق روزانه حتما لازمه برای افرادی که در شهرها زندگی میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما شستشوی سینوسی دارین، این عفونت ها و اون موادی که میاد اینجا حتی داخل چشم عفونی میکنه و یا اینکه میتونه منافذ غدد اشکی رو ببنده، مسئله شون حل شده است. چرا؟ چون به خاطر اینکه هوا بسیار آلوده است و سینوس های ما حتما در شهرها درگیره. سعی بکنید بینیتون رو با سرم شستشو و یا آب نمکی که خیلی شور نیست روزانه 3-4 نوبت حتما بشورید. یک بیماری هم هستش که خب یکی از عوامل اصلی خشک شدن کل رطوبت های مخاطی هست که حتی آب دهان رو قطع میکنه و حتی اشک چشم متوقف میشه، که بیماری شوگرن هست که خب جزء بیماری های خشک در طب سنتی دسته بندی میشه. حالا من الان خشک چشم دارم، برای درمانش چیکار بکنم؟ اولا که به توصیه میکنم تندی ها و ترشی ها رو استفاده نکنی. هر چی که مغز رو خشک بکنه قاعدتا باعث آسیب چشم و گوش و اعضای جانبیش هم خواهد شد. پس حکما چی میگن؟ میگن که برای حفظ سلامت مغز و چشمتون تندی و ترشی استفاده نکنید. به قول قدیمی ها ترشی نخوری یه چیزی میشی. مسئله دوم، چیزایی که بخارات تند دارن، غذاهایی که بخارات تند دارن، مثل چی؟ مثل سیر خام،
مثل پیاز خام، مثل سالاد کلم، اینها رو سعی بکن اگر خشک چشم داری به هیچ وجه ازشون استفاده نکنی، چون تیزی و تندی اینها میاد بخاراتش توی چشمت و مشکل چشمت رو بیشتر میکنه. هیچ وقت اون منابع ما توصیه نشده که مثل الان که باب شده، خیلی از پزشکای عزیزم دارن به راحتی توصیهش میکنن و کار خطرناکیه، میگن که مثلا برای رفع مشکل چربی خونتون سیر رو قطعه قطعه بکنید، صبح ناشتا با آب میل بکنید. اصلا برای چشم خوب نیست، این کار رو به هیچ وجه انجام ندید اگر میخواید چشمتون سالم باشه. و نکته بعدی، روغن مالی اطراف چشمتون، یعنی ابرو، پلک بالا و زیر چشمتون با روغن بنفشه بادام شیرین، بادام تلخ نه، بنفشه بادام شیرین و یا با روغن بادام شیرین به طور متناوب این کار رو انجام بدید و معجزه شو در رفع مشکل خشکی چشمتون ببینید. و البته یک نسخه ها که فوق العاده است، که رطوبت خوبی هم به چشم میده، استفاده از بادوم. روزانه 14 الی 21 بادوم رو خیلی خوب بجوید و یا شیر بادومش بکنید، یعنی آسیابش بکنید، یک کمی شکر و یه مقداری عرق بیدمشق، روزی 1 الی 2 بار ازش استفاده بکنید. این ویدیو رو برای هر کسی که هر نوع مشکل چشم داره لطفاً ارسال بکنید، چون برای همه مفیده.